مارول دوستت داریم، مارول دوستت داریم، مارولک دوستت داریم، مارولک دوستت داریم، مارول دوستت داریم، مارول دوستت داریم، مارول دوستت داریم. قسمت چهارم لوکی جزو بهترین قسمت‌های تاریخ تیویه. صفر هر که خلاف این حرف زنه نمیفهمتش، یعنی انقدر این قسمت خوب بود باورم نمیشد. بالاخره تو دیزنی پلاس داره یه سریالی تولید میشه که میشه با سریال های HBO مقایسهش کرد. این قسمت یه پیکی بود برای کارهای مارول، یعنی دیگه این به بعد همه چی با این مقایسه میشه. اصلا من بعید میدونم تو همین فصل ما دیگه اپیزودی به خوبی این داشته باشیم. مگه میشه؟ مگه داریم؟ خب بذارید قدم به قدم بریم ببینیم چی شد تو این قسمت لوکی و چرا لوکی تبدیل شده به یکی عجیب ترین سریال های دنیا. چون میگم عجیب چون سریال خوبیه، ولی احساس میکنم زیاد بیننده های زیادی نداره. الان دیگه زیاد آدم های زیادی این سریال نیبینن. اولا چون داستانش خیلی پیچیده شده، دوباره اینکه اصلا برای اینکه سریال رو شروع کنی تو بعد مثلا یه عالم فیلم و سریال دیگه ببینی که اصلا سیزن یک اینو شروع کنی. مثل سریال عادی نیست که همطوری سیزن یکو شروع کنی سوار قطارش بشی. این قسمت همه چی داشت، دیالوگای عمیق، اکشن، فایت، کمدی، انفجار، ولی یه چیزی داشت که همه چی فاکتابتر بود و اونم اسپاگتی شدن ویکتور تایملی بود. اصلا خیلی اتفاق فاکتاپی بود. چی بودین؟ خوشحال استیلش هم خراب بود، رفت در و واکت تبدیل به نودل شد. اصلا کلن این قسمت به نسبت کارهای دیگه ام سی او خیلی خشن بود. اون تیکه که رنسلیر 20 نفر رو میذاره توی مکعبی تبدیلشون میکنه به گوشت، صدای شکستن و استخوناش هم خرچ خرچش میاده که عجیب ترین چیزایی بود که تو ام سی او دیده بودم بای فار. شاید چیزی که مرگ ویکتور تایملی رو اینقدر تاثیرگذار کرد این بود که واقعا هیرو آرکش کامل شده بود. تا اون لحظه بارها توسط لوکی و بقیه نجات داده شده بود، عضوی از تیم شده بود، مهمترین چیزی بود که تو نراتیو سریال وجود داره. تیم جلوه‌های ویژه چه فریم‌های وحشتناکی ساخته بود برای لحظه مرگش. تمام دم و دستگاهشو ساختن، دنده و گوشت و ایناش کنده شده و فریاد ترسناک جاناتان میجرز به اون چهره ترسیدش هیچوقت یادمون نمیره. بالاخره نویسنده های دیزنی پلاس یکم به خودشون فشار آوردن، یه متریال در حد اینفینیتی وار به ما دادن. چون این قسمت قشنگ من یاد اینفینیتی وار انداخت، بهترین چیزاییه که ام سی یو پرودوس کرده، واقعا براو به نویسندگی. حالا چند تا مسئله مطرح میشه. اول اینکه کنگ خودش خواست بره این کارو انجام بده و این منو یکم مشکوک کرده. چرا خودش خواست بره این کارو انجام بده؟ حالا یا خود اون کاراکتر یه پلنی داره یا همه اینا تو پلن بزرگ هیهو ریمینز جا میگیره. این قسمت خیلی شبیه قسمت آخر بود، یعنی اتفاقایی افتاد که اگه تو قسمت آخر میافتاد من تا ناق واسه فصل 3 هایپ میشدم، ولی همه این اتفاقا افتاده. دو قسمت دیگه هم داریم. ولی دوست داشتم اوبی و ویکتور تایملی داستانشون شده مثل مرغ و تخم‌مرغ. ویکتور تایملی تبدیل شده به کنگ به خاطر کتابی که اوبی نوشته و اوبی کلن اونجاست چون کنگ گذاشتتش اونجا. ولی جدی کسی که داره میدرخشه هم کیهو هوان بازیگر اوبیه که بدون اون اصلا سریال یه طور دیگه بود. وقتی با جاناتان میجرز میفته توی سکانس، جفتشون هم یه متد خاصی دارن میزنن، خیلی دیدنی میشه صحنه. این قسمت یه بخشایی داشت که فکر میکردم دارم یه درام قوی که برای اسکار اومده رو میدیدم. با این وضع احتمال امی گرفتن هست. البته که کسرا فرهانی برای فصل 1 لوکی نامزد امی شده. گفتم عکسش هم نشون بدم قسمت قبل، یادم رو عکس کسرا فرهانی بذارم براتون. یه تیکه سیلوی به موبیوس گیر عمیقی داد، یعنی زد به لایه پنجم کاراکترش. اولا که گفت تو اصلا سایکوپاتی، بخواد تو این شرایط میخوای بری پای بخوری، اصلا کامل روانی. دوما گفت تو میدونی وریانتی، ولی حتی یه بارم نرفتی سر بزنی خود واقعی تو ببینی و این نشون میده چقدر خودت خجالت میکشی. به نظرم هم سینماتوگرافی، هم نورپردازی، هم بازی اوون ویلسون که اونجا توی نور سفیدی واسطه با چشای مرده‌ای داره نگاه میکنه، هم بازی سوفیدی مارتینو، همه چی خیلی های لول تو اون سکانس. یهو اصلا شوکم کرد، لذت بردم. دقت کردی لوکی چقدر قوی پشت موبیوس در اومد؟ در جواب همه حرفای سیلوی بهش گفت اونم هم مثل همه ما داره تلاش میکنه تو تاریکی ببینه. اکثر دیالوگا و اتفاقای این سریال تمثیلی شده، یعنی سازنده ها یه جوری دارن نراتیو میرن جلو
که تو زندگی واقعی هم نمود پیدا کنه. اصلا به نظرم جذابیت سریال لوکی اصلا همینه. در واقع ما یه جورایی داریم اون پروسه به رستگاری رسیدن لوکی رو نگاه میکنیم. اونجایی که تو کافتریا لوکی و سیلوی دارن با هم صحبت میکنن، حس اینو میده که انگار یه نفر داره با خودش صحبت میکنه. سریال هیچ هینتی در این باره بهت نمیده، ولی تو حس میکنی که انگار یه نفر داره با خودش صحبت میکنه. نمیدونم میفهمید چی میگم یا نه، ولی هیچ میدیا سریال یا فیلمی ندیده بودم که این بازی ذهنی رو برام بازی کنه. ولی یکی از مشکلات فصل دوم هنوزم ادامه داره و اونم اینه که لوکی تو سریال خودش نیست یا خیلی کم هست. بی 15 کلی تایم میگیره، همه دیالوگاشون رو میگه، میرسه به لوکی سریال با قطره چکون بهمون اسکرین تایم و دیالوگ میده. مثلا اسم این فصل رو بعد میذاشتن TVA تا لوکی. اونجا که لوکی دیگه داستان فیلم تور یک رو تعریف میکنه که تور برگشت زمین، برگشت آزگارد، آدم متفاوتی بوده، حس کردم اینجا هم احتمالا میخوان آرک خوب شدن لوکی رو دنبال کنن. دفعه بعدی که لوکی رو تو اونجرز ببینیم گودگای شده و کل این سریال هم میشه آرک گودگای شدنش که دیگه ویلن نیست. موزیک متن اون سکانس کافتریا که توش مکالمه بین سیلوی و لوکی صورت میگیره من یاد گیم آف ترونز انداخت. خیلی موزیک خوبیه و مخصوصا اینکه دیالوگی که سیلوی اونجا داره میگه ما هر کاری میکنیم داریم کار خدا رو میکنیم، که لوکی هم جواب میده میگه وی آر دی گاد. ساوندز لایک واتاور وی دو We're playing God. متاسفانه مارول تو بخش دیستریبیوشن سانترک خیلی ضعیف عمل کرده. بعد اپیزود من خیلی هایپ بودم موزیکو گوش بدم، رفتم اسپاتیفای نداره اصلا. بگم کلا فصل دو رو موزیکاشو نداشتن. در حالی که مثلا موزیکای فیلم اسکورسیزی یه ثانیه بعد اکران تو اسپاتیفای بود. حالا تا بذارن من فعلا موزیکاشو گیر نیاوردم با اینکه می‌خواستم گوش بدم، ولی فوق‌العاده است. اون سکانسی که رنسلی رو میسمنت زدن آدمای دیگر رو آب خونشو درآوردن، همه چی به کنار، تو اون سکانس قیافه میسمنت رو دقت کردید؟ چون انگار داشت این کار لذت میبرد، خیلی چیز دارکی بود. ولی دیزنیه و چیزی از جنازه ها و خون و اینا رو نشون ندادن. من انتظار داشتم مثلا یه شاتی تو بکران تو بلوری نشون بدن جنازه ها رو، ولی اصلا همون که صدای قرچ قرچ و استخوناشون اومد فکر کنم کافی بود. یکی از دلایلی که این فصل خیلی خوب داره کار میکنه اینه که چندین کاراکتر خوب با بازیگرای خوب همزمان هستن. مثلا به نظرم جنرال داکس و همین حضور کمش خیلی خوب بود، یا براد همونطوری که گفتم خیلی خوبه. دقیقا براد هم آدمی بود که رنسلی رو اصلا پروم میکنه. یه سری حسایی که این قسمت درست میکنه صرفا فرای داستان سریالن. مثلا اونجایی که لوکی خودش هم پشت میبینه و همون لحظه تصمیم میگیره چیکار کنه، اون تصویرسازی مسئله روانی داره، یه چیزی در مورد دیدن خودت از پشت هست که نمیتونم بگم ترسناکه ها، ولی عجیبه، انگار نباید اون کارو بکنی، انگار دیدن خودت از پشت تابوه. کل اون سکانسی که لوکی خودش رو پروم میکنه با سینماتوگرافی، نورپردازی، موزیک متر، همه از بهترین چیزایی که تو ام سی یو دیدم. آخرین دیالوگی که میس منس قبل مرگم گفت و توجه کردید؟ میگه یو نیور بی هیم، یعنی واضحا داره به ویکتور تایملی میگه که تو هیچ وقت به کنگ تبدیل نمیشی، یعنی در اون حد نیستی. در این حال داره خودشو لو میده، یعنی من هنوز به کنگ اصلی یا هی هو ریمز وفادارم، هنوز اون برام تاپه و میخوام بهش برگردم. درست بعد از مرگ ویکتور تایملی یه سکوتی همه جا رو فرا میگیره، یعنی هم کاراکترها هم بیننده توی شوکی میرن و تا میایم پردازش کنیم که اصلا چی شده، اون بیرون یه انفجاری میشه، این نور سفید میاد، چشای خیس تامی دلسون، اون انفجاری میاد همه چی با خودش میبره و اپیزود 4 تموم میشه. آیا این یکی از بهترین پایان اپیزودا تو تاریخ تیوی نبود؟ چیزی که خوشم اومده اینه که واقعا نمیدونم قراره چی بشه، یعنی همه حدسیاتم خیلی ضعیفه. سریال واقعا ما رو به جایی رسونده که آچمز شدیم، چتسی نداریم. مشکلاتی هم با این قسمت داشتم که اکثرش برمیگره به نراتیو سریال، به طور کلی ربطی به این قسمت نداره. مثلا مسئله رنسلیر و میس منت و ترن بد کردنشونه که موتیوشون رو نمیفهمم، مثلا نمیفهم چرا دارن این کارو میکنن. مثلا موتیو رنسلیر این بود که تی وی ای رو اداره کنه و 2 ثانیه قبل نابودی تی وی ای ویکتور تایملی رو دزدیده بود. خب تی وی داره نابود میشه. بعد از اون بر بی 15 و بچه‌ها پلنشون این بود که برن به جنرال داکس بگن صرفا بیاد بهشون کمک کنه، یهو با هم دوست بشن. کاراکتر بی 15 یکم بی انگیزه است، کاش مثلا براش بک استوری چیزی میساختن
که دلیلی برای بودنش اونجا بدن، چون خودش هم انگار دوست نداره تو اون رول باشه. به نظرم تی وی یه حالت کوه المپی داره که هر کی بهش دسترسی داشته باشه خیلی قدرت داره. رسما به زمان تو دسترسی داری، میتونی بری به زمان همه چی رو تغییر بدی، کنترل و قدرت خیلی زیادی داری، در حد خدا قدرت داری. پس برای به دست آوردن تی وی اصولا باید جنگ خیلی بزرگی بشه و خیلی رقابت و اینا باشه. مثلا میگم بی 15 انگار کاراکترش اینو درک نکرده یا اصلا دنبال هیچ قدرتی نیست، و یعنی تی وی اون پرایزیه که همه دنبالشن هستن. برای همینم فکر میکنم موبیوس ولکن تی وی نیست یا لوکی هم خوشش اومده، چون اصلا سازمانیه که ازش قدرت ساطع میشه. تو میتونی تو تی وی راحت بری بچگیای دکتر استرنج بکشیش برگردی، اینقدر آسون. حالا بعد اینکه اینا همه مردن و تی وی نابود شد، احتمالاً همشون برگردن به سیکرت تایملاین و اون تایملاین اصلی، بعد همه رو بیان همدیگه رو پیدا کنن تا برسه به قسمت آخر که احتمالاً کنگو میبینیم. پس بزنم قسمت بعد گذشته موبیوس هم نشون بدن. خلاق میشه یو تو گذشته موبیوس اوون ویلسون واقعی باشه، مثلا سر صحنه ای که از فیلماش با جکی جان. اسم کنم با جکی جان خیلی فیلم داره. Are you coming? فیفی؟ اونا ماش؟ اونجا که اوبی میگه اگه سیستم رو خاموش کنیم میشه ماجیک استفاده کرد، بعد دوتا لوکی رو داد میزنن ترد آف. خیلی یادمون نره که لوکی هنوز همه این آدم ها قوی تره. اینقدر قویه که یه زمان تکی با کل اونجرز میجنگید. اونجایی که اون آدما رو کشتن دوربین فیکس میشه رو صورت براد، احساس میکنم خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب زجر اونا رو با صورتش فهمون. بازیگر خوب، استعداد خوبیه. دقیقا بعدش بی 15 همون جنازه ها رو دید، ولی بازیش به نظرم تعریفی نداشت، خاصن تفاوتو میشد احساس کرد. رنسلیر هم خوب پرون شد. چی میگفتین؟ نه زور بازو داره نه جادو داره، چجوری میخواست رول کنه؟ خیلی سریع لوکینا فیتیلش کردن، خیلی بچین رنسلیر. ویکتور تایمگی هم اسم کنم پلن خودش بود که بره اسپاگتی بشه. حالا حتی اگه آدم خوبی باشه و مثلا نیت خوبی داشته باشه، واقعا بخواست فداکاری کنه با این کار، اونم باز میتونه تو پلن بزرگ هیهوریمز باشه. جایی هم که ویکتور تایمگی فریک زده بود رو کافی برام عجیب اومد. نمیدونم چه حسی دربارش دارم، حالا شاید در آینده توضیح دربارش بدم. در کل این قسمت قسمت خیلی خوبی بود برام، جزو بهترین قسمت‌های تاریخ MCU اگه بهترین نباشه. نمره من به قسمت 4 سریال لوکی 9 از 10. دو قسمت مونده تا یکی از الیت ترین فصل‌های سریال‌های MCU تو آل تایم تموم شه و ما انقدر هایپیم که نمیدونیم چیکار کنیم. دوست دارم نظرات و تئوری‌های شما در مورد فصل دوم لوکی و این قسمت رو حتما تو کامنت‌ها بخونم، برام کامنت کنید. اگه از این ویدیو لذت برید ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید اگه هنوز سابسکرایب ندارید، زنگوله رو روشن کنید که نوتیفیکیشن‌ها رو بگیرید. تا بعد، فعلا.